دوستان، فهرست دارایی های رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان اعلام شد. بر اساس گزارش، دارایی های منقول رئیس جمهور و بانوی اول 4.7 میلیون دلار آمریکایی است و از رئیس اجرایی و خانوادهش حدود 153 هزار دلار آمریکایی است. این دارایی ها چگونه ثبت شده و تا چه حد دقیق است؟ این کار حکومت و اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان چه پیامدهایی داشته و نتیجیش چی بوده میتونه؟ جهت بررسی این موضوع خواستیم با محترم عبدالقهار فرخ‌سیر، رئیس اطلاعات و سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان که هم اکنون در استودیوی کابل حضور دارن، بحث داشته باشیم. آقای سیر، سلام برسه، تشکر از وقت شما. این دارایی‌ها چگونه ثبت و راجستر شده و تا چه حد دقیق بوده میتونه؟ درود و احترام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیونی آشنا. بر اساس ماده 154 قانون اساسی و ماده 12 قانون اداره عالی نظارت، در اینجا اشخاص و افرادی که از سطح رهبری حکومت و مقامات عالی دولتی و ریاست ها یا بست های پایینی که عهده مالیاتی را به دوش دارن، یعنی وظایف یا پسته های مالیاتی را به دوش دارن، یعنی از بشمول شخص رئیس جمهور شروع تا آخرین شخص، یعنی بست 4 و 5 کارمندان دولتی که در بست های گمرکات یا مالیات اینا گماشته میشن، مکلف هستن که دارایی های خود در مطابقت با نرم و طرز عملی که از طرف اداره مبارزه با فساد اداری ترتیب شده اینا باید ثبت کنن. شما از نرم گپ زدین و طرز عمل اداره عالی مبارزه با فساد اداری. آیا دارایی هایی را که آقای غنی و آقای عبدالله ثبت کردند بر اساس نرم و طرز عمل اداری شما است و تا چه حد شما تضمین کرده میتونین که این روند و یا هم دارایی های ثبت شده دو فرد دقیق و ثابت هست؟ بر اساس مکانیزمی که در نزد اداره مبارزه با فساد اداری موجود است، بر اساس از او فرم‌های مشخص در بخش‌های مختلف ترتیب گردیده، یعنی یک بسته معلوماتی کامل به خاطر دارایی‌های منقول و غیر منقول در نظر گرفته شده. اگر شما برای وبسایت اداره مبارزه با فساد اداری مراجعه کنین و این فرم ها را از نزدیک مشاهده کنین، در اونجا متوجه میشوین که دارایی های منقول و غیر منقول مقامات عالی رتبه دولتی در بخش های کاتگوری های مشخص یا خاصی در نظر گرفته شده که از عایدات شخص اشاعه کننده یا ثبت کننده دارایی ها تا دارایی های مربوط به فامیل، فرزند، همسر و سایر شرکت هایی که متعلق به ثبت کننده میشوه، اینا همش در اونجا کاتگوری میشه. من امیره میخواستم پرسان بکنم. بحث ای که چقدر این میتونه میاری باشه؟ بله. بحث ای که ای چقدر میتونه جوابگو باشه یعنی دقیق باشه، هدف از نشر ای پروسه ثبت دارایی یک آغاز است. یک آغاز برای بررسی مقامات عالی دولتی است. تشکر، با معذرت. بله. من امیره میخواستم پرسان بکنم که گیرم آقای عبدالله و آقای غنی دیگر بر رهبریت حکومت وجود ندارن و چیزی را که اینا ثبت کردن، چون شما گفتین فرمه ها وجود داره، شما میرین او را تکمیل میکنین و بعدا دارایی شما ثبت میشه، هر کس میتونه هر چیز در اونجا بنویسه، جوابگویی و پاسخگویی نزد شما چگونه خواهد بود؟ یک زمان اگر آقای عبدالله و آقای غنی رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان نباشن، آیا شما را دوباره داراییشان ثبت و بررسی میکنین یا خیر؟ دقیقاً این مطابق هدایت و مکانیزمی که ما داریم در هنگام اشغال وظیفه، یعنی احراز یک پست و در ختم وظیفه، ما دارایی از این را دوباره ثبت میکنیم. هدف از نشر دارایی هایی که از یک هفته به این سو از دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی به شمول شخص رئیس جمهور صورت گرفته و از طریق رسانه ها برای مردم شریک ساخته شده، این است که معلوماتی را که اینا ثبت کردن برای اختیار مردم و نهادهایی که دولتی و نهادهایی که مرتبط هستند شریک ساخته شوه و اونها بله، چیز مهم دیگه که وجود داره، مردم بیشتر نگران هستن و تا حد هم نگرانیشان موجه هم هستن، بیشتر مقامات جایداد خریداری میکنن ولی زیر نام خودشان نیست، پولهایشان از طریق دیگه کسی
به کار انداخته میشه و از نام اقارب خود استفاده میکنن و پول و جایدادهای خود حفظ میکنن. به این شیوه فساد چگونه رسیدگی میتونین کرده و آیا چقدر متضمن از این هستین که حداقل دو فرد کلیدی حکومت افغانستان و یا هم افغانستان از این کار و یا هم از این نحوه برخوردار نیستن و متضمن شفافیت دارایی هایشان هستین؟ هدف از نشر دارایی های ما از طریق رسانه ها همی است که مردم، نیادهای مدنی، رسانه ها و ادارات دولتی و خصوصی این معلوماتی را که نشر میشه و مطالعه کنند. در صورت از این که شخصی که دارایی هایش نشر شده یا ثبت شده و نشر شده کتمان حقیقت کرده و دارایی هایش هم به صورت درست وقتی ثبت نکرده، اینا باید مکلف هستند که همون وظایف ایمانی و وجدانی خود انجام بتن و به آدرس هایی که و مراجعی که در فرمه ها یا در آدرس های اینترنتی تعیین شده با اونا اطلاعات مستند را ارائه کنند و در صورتی ثابت شدن ای که شخص که اشاعه کننده دارایی خود است یا دارایی هایش ثبت شده و نشر شده کتمان حقیقت کرده و دارایی های خود به صورت حقیقی و درست ثبت نکرده و مطابق قانون با برخورد عدلی و قضایی صورت میگیره، شما پیشتر چی شخص از مقام بالای دولتی باشه یا پایین رتبه دولتی؟ شما پیشتر از اجرای امی پروسه برای تمام مقامات حکومتی صحبت کردین. دامنه ثبت دارایی ها تا چه سطح پایین خواهد رفت؟ آیا رؤسا و پایین تر از رؤسا را هم شما مسئول می سازین و از اونا هم تقاضای ثبت دارایی می کنین یا خیر؟ البته باید یادآور شوم که این روند ثبت دارایی ها روندی نبوده که طی یک سال آغاز شده باشه. ای از آغاز ایجاد اداره مبارزه با فساد داری این روند ادامه داشته. اعضای کابینه حکومتی گذشته، حکومت های گذشته هم دارایی های خود ثبت کرده و بخش های دیگری هم. و باید یادآور شوم که پس از آغاز پروسه ثبت دارایی ما، ثبت دارایی ها ما نزدیک به 11000 فرم دارایی کارمندان عالی رتبه دولتی و پایین رتبه دولتی را که مطابق قانون یا قانون برای از اون مکلف ساخته یا هدایت داده ما این دارایی ها ثبت شده و نزد ما موجود است. بحث اصلی برای روند رسیدگی به دارایی ها موضوع تدقیق دارایی هاست که پس از مرحله نشر دارایی ها آغاز میشه و این ما پیشترم که یادآوری کردم هدف از نشر دارایی های ما هم جلب همکاری مردم، نیادهای جامعه مدنی، رسانه ها و اداراتی که در این زمینه مسئولیت دارن یا ثبت معاملات تجارتی را انجام میتن، بانک ها به خصوص بانک ها، راهنمای های معاملات، شهرداری ها و املاک. تشکر آقای سیار، روز خوش داشته باشین. انشالله در بحث های بعدی با شما صحبت خواهیم کرد.